وقتی نیچه گریست، اثر اروین دیالو. رمان وقتی نیچه گریست با عنوان فرعی رمانی درباره وسواس، نام کتابی بسیار معروف از روانپزشک به نام آمریکایی اروین یالوم است. این رمان در مورد برخورد خیالی فردریش نیچه، فیلسوف آلمانی، و دکتر یوزف برویر است. یوزف برویر از اساتید فروید، پدر علم روانکاوی بوده و در علم پزشکی بسیار معروفند. وقتی نیچه گریست داستانی است که با خواندن آن میتوان با دید گسترده تری به جهان نگریست. تفکر در برخی از مفاهیم ارائه شده در وقتی نیچه گریست که در حقیقت از اندیشه های اصلی نیچه برگرفته شدند، مانند بازگشت ابدی، میتواند حتی مسیر زندگی اندیشنده را تغییر داده و آینده او را به شکل دیگری رقم زند. این کتاب یکی از برجسته‌ترین رمان‌هایی است که به خوبی پیوند ادبیات و روانشناسی را نمایان می‌کند و چنان مورد توجه قرار گرفت که اندکی بعد فیلمی با همین نام بر اساس آن ساخته شد و جوایز متعددی را از آن خود کرد. نویسنده در قالب یک رمان جذاب چگونگی درمان روان نژندی دو تن از نوابغ غرب، نیچه و یوزف برویر را به نمایش گذاشته است. ناامیدی بهایی است که فرد برای خود آگاهی می‌پردازد. اگر خدا را می‌کشید، باید پناهگاه معبد را نیز به فراموشی سپارید. avogebook.com